آقای ابوبکری چند سالی می شود که در فصل بهار برای چیدن گیاهان خوراکی به مناطق کوهستانی می رود. اوایل بهار به چیدن گلاغا و کنگر و پونه کوهی می پردازیم. در اردیبهشت هم به جهانی مانند ریواز، کاردو، کراده. این گیاهان خوراکی علاوه بر استفاده در انواع غذاها منبع درآمد خوبی هم برای روستاییان شده. 20 کیلو جمع میکنیم، یکمی واسه خونمون واسه غذاهای محلی استفاده میکنیم. بقیه هم برای فروش میفروشن که مردم شهرنشین هم ازش استفاده بکنن. گیاهان جمع‌آوری شده به شهر آورده میشود. گیاهانی که امسال هم بازار مهاباد را پر رونق کرده. کنگر هست، گلاخه، پونه، سیر و اینا اومدن. صرف این غذا تو فصل بهار خیلی بهتر از مصرف گوشت و برنج و اینا هستش. بیشتر کنگر میخرن، کنگر مصرف از همه بیشتره. ما میخریم تو خونم، میپزم واسمون، ما لذتشو میبریم. خوراکی هایی که علاوه بر تغییر عادات غذایی مردم مملو از فایده و خاصیت است. انواع مواد معدنی رو برای ما به ارمغان میارن و همچنین در سبک غذای ما میتونن مؤثر باشن و از نظر اقتصادی هم بسیار به صرفه باشن. هرچند خواص درمانی این گیاهان هر سال بر تعداد مصرف کنندگان آن می افزاید، اما چیدن و برداشت آنها هم نباید بی‌رویه باشد. تا کنون 460 گونه انواع گیاهان خوراکی در آذربایجان غربی شناسایی شده که آموزش صحیح درباره زمان و نحوه چیدن اونها مؤثرترین راه جلوگیری از انقراض این گیاهان خوشمزه و مغذیه. شهریار ادیب، خبرگزاری صدا و سیما، روستای کانیرش.